من اولین سوال بکنم که شما با کاریکاتور خودتون مشکلی دارید یا نه اصلا میخواید که کارتون کشته بشه؟ اصلا بعد از فیلم قیافه معمولی ما دیدین یه دفعه هم کاریکاتوریشو ببینیم چه شکلی میشه. حتما. درباره انتخابات شما نگاهی که دارید ممکنه با خیلی های دیگه متفاوت باشه. شما میگید قائل به انتخابات آزاد هستید، اما خب خیلی از اصلاح طلب ها هم انتخابات آزاد رو مدعیش هستن. چه تفاوتی بین نگاه شما وجود داره و نگاه اصلاح طلب ها؟ ببین، من مسئله انتخابات آزاد رو با شرایط برگزاری انتخابات آزاد دو تا چیز متفاوت میدونم. درسته که شعار انتخابات آزاد یک شعار بسیار وسیع و در برگیرنده خیلی طیف ها میتونه باشه، اما سوال اصلی من این هستش که آیا میتوان شرایط برگزاری انتخابات آزاد رو تحت لوای نظام جمهوری اسلامی فرض کرد یا نه؟ اگر پاسخ این سوال آریست، بنده شما بایستی اولین بلیط هواپیما رو بخریم برگردیم تهران که بتونیم در اون انتخابات آزاد شرکت بکنیم. اما اگر اعتقاد داشته باشیم که با بودن چنین نظامی و تا زمانی که چنان نظامی سر کار باشه شرایط برگزاری انتخابات آزاد در ایران فراهم نخواهد شد، به همین دلیل هست که ما میگوییم که این نظام باید بره تا بتوان در فرای این نظام این انتخابات آزاد رو برگزار کرد. در اینجاست که من توقع یک موضع شفاف از هر ایرانی دارم که آیا واقعا شرایط انتخابات آزاد رو در قالب این نظام قبول داره یا نداره. اگر دارن که به نظر من اصلا بحثی نمیتونیم باشون داشته باشیم، اما اگه قبول ندارم اونجا اولین باریست که میتونیم وارد یک مرحله مشترک عملی بشیم در پیکار آزادی برای ایران. اصلاح طلبان سخن از آشتی ملی به زبان میارن که در حقیقت با حاکمیت بتونن به یک نتیجه مشترک برسن. به نظر شما میتوان با توجه به شرایطی که قدرت حاضر نیست از مواضع خودش عقب بکشه به آشتی ملی رسید؟ من فکر کنم که اولین دشمن مردم ایران این رژیمه. این رژیمی است که خیلی بیشتر برای منافع یک لبنانی یا یک فلسطینی دلسوز هست تا یک ایرانی. این که از اولش ثابت شد. به هر حال آشتی ملی 100% من اعتقاد به آشتی ملی دارم، یعنی مردم با مردم. و هر کسی در قالب هر حکومتی باشه اگر پاسخگو به مردم باشه و مطیع خاص مردم باشه میتونه اون وقت پاسخگو مردم قرار بگیره و در اون رابطه تکلیفش روشنه. اما برای نظامی که حرف مردم رو باور نداره و هر کسی اصلا این نظام رو زیر سوال ببره فوری محاکمه میکنه یا حتی اعدام، شما چطور میتونید توقع آشتی با چنین نظامی داشته باشید؟ بنابراین این دو تا مسئله رو باز بار دیگر با هم قاطی نکنید. و اگر روزی روزگاری شما به ایران بازگشتید، حالا چه در قالب یک جمهوری باشه که بخواید در ایران فعالیت کنید یا نه یک نظام پادشاهی مشروطه دموکراتیک باشه، بسیار از مردم ممکنه سوالهایی داشته باشن درباره در حقیقت اتفاقایی که در دوره پدرتون به عنوان نقض حقوق بشر شناخته میشه. شما چگونه برای اونها در حقیقت توضیح خواهید داد که اون هم منتهی به یک آشتی ملی بشه؟ ببینید، بررسی تاریخی یک زمان خاص و شرایطی که در آن وجود داشته یکی از مسائلی است که جامعه باستی بتونه بهش دسترسی داشته باشه و برداشت‌های خودش رو داشته باشه. من دارم نظرات خودم، دیدگاه خودم، نظرات خودم رو برای آینده مملکت توضیح میدم و آنچه که فکر میکنم برای مملکت ما به صورت حیاتی لازم هست. وقتی که من میگویم که امیدوار هستم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، یعنی در قالب قانون وارد میشه این مسئله. مسئله انتخابی نیست که بگیم باشه یا نباشه، این باید جزء ارکان کار باشه، باید یک چیز تضمین شده باشه بر جامعه و خیلی فراتر از دستگاه حاکمه و دولت و حکومت واقعا جزء سیستم نهادینه بشه در کشورمون. این ها چیزی که من برای آینده جستجو میکنم که هیچ وقت و هرگز پس از حضور نظام ما تو کشورمون دیگه مشکلی با مسئله حقوق بشر نداشته باشیم، منتها حفظش و تضمینش در یک پارچگی فکری بین تمام آحاد اون سرزمین هست، تمام ایرانیان هست که برای این قانون و برای تضمینش دائما کوشا باشن و تلاش بکنن برای جای انداختنش. و این واقعا خیلی فراتر از عهده یک فرد، یک گروه، یک تشکیلاتی هست. این واقعا باعث خواسته ملی و جزء در صدر خواست‌ها و
باورهایی باشه که برای آینده مملکتمون باید جستجو بکنیم. آینده ایران، آزادی افراد، برابریشون در مقابل قانون و حقوق بشر در گروه یک تلاش همه وقت و دائمی مردم و این کشور خواهد بود و مطمئنم که بهش دست پیدا خواهیم کرد، چنانچه چنین اراده‌ای و چنین اولویت رو در مد نظر خودمون قبل از هر چیز دیگری قرار بدیم.